Janubiy Oliye Guftabu dar tamomi te juston Svet rejim dar neșavat Svet meșavat Guftabu nekin dar nohia e laș Konza rușit Svet mordastan Şau suato yozda da Kadun Vaqt fura Sveta mekşar Va sari suato haşt ne Şaş kadun vaqt fura giriyo mekna Iyagun چی دورا؟ سبب دورا باروی چی کشت استن؟ سلام، امیدوارم صحت و سلامت استید و تلفن هایتون به قدر کافی نیرو دارد و آزادی آنلاین را تماشا میکنید. اگر در روسیه باشید حتما هم در خانه در تاجیکستان به شما گفتن که نیروی برق نداریم و در تاریکی نشستیم. امروز در همین باره در باره قطع نیروی برق گپ میزنیم که بسیاری ها را عصبانی کرده است. یک گزارش رادیو آزادی در همین باره و درباره سبب های محدود شدن انتقال نیروی برق در صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام و وبسایت رادیو آزادی مردم زیادی را از گوشه های گوناگون تاجیکستان به بحث کشید. از جمله فردوس از کونی بادام را که در وبسایت رادیو آزادی چنین نوشته است: در شهر کونی بادام نیز یک هفته اخیر نیروی برق را از ساعت 8 تا 18 خاموش میکنند. حتی در مرکز شهر چراغ های راهنمایی نیز برق ندارند. این برای ما نویگری نیست، عادت کردیم. اما خوب میشد اگر یگان نماینده رسمی برق تاجیک وضع و توکای ادامه کردن آن را شرح میداد. واقعا نماینده برق تاجیک به رادیو آزادی گفت که هیچ لیمیت یا محدودیتی نیست و سبب خاموش کردن نیروی برق تعمیر ایستگاه و زیرایستگاه های برقی و آمادگی به زمستان است. در اصولای زمستان تجهیزات های کلون برقی همه وقت با تعمیر فرا گرفتن می شوند، بنابراین یک چند روز ممکن برق زینه به زینه خاموش کرده شود. اما پاسخی نماینده برق تاجیک بسیاری از کاربران را قانع نکرده است که گفتند مسئولان شرکت برق تاجیک باید به مردم پاسخی درست بدهند. کاربری که نامش را نگفته است در وبسایت رادیو آزادی چنین نوشته است: تا زمانی که ولایت قانون تامین کرده نمی شود از بهبودی امید نیست. وقتی در یک سایه استراتژی چنین کمبودی وجود دارد، وقتی رسما محدودیت نیست میگویند و به آگاهی پیشکی انتقال نیروی برق را ساعت های طولانی قطع میکنند، باید کارمندان حفظ حقوق قضیه را جدی پیگیری کنند. بعضی از کاربران مثال آوردند که چگونه قطع نیروی برق به صاحب کاران و زندگیشان تاثیر بسیار بد میگذارد. شرحی را از وبسایت رادیو آزادی میخونیم که مؤلفش نخواست است نامش را بگوید و سوال سختی را هم به شرکت برق تاجیک داده است. در این وقت بحران زندگی به روسیه رفتن نتوانستم. از بانک قرض گرفتم، دستگاه چوجه براری یا اینکوباتور خریدم، 3700 دانه تخم مرغ هر دانش دو سومانی خریدم، اما بی‌آگاهی برق را خاموش کردند، تخم ها همه ویران شد. وقتی بازگردانیدن قرض آمد چی باید کنم محترم برق تاجیک؟ امیر جان امینجانی یکی از کاربران صادق صحیفه رادیو آزادی در فیسبوک گفته است که با وجود آن که مقامات سالهای زیاد است وعده می دهند مردم را منظم با نیروی برق تامین می کنند و این عهدشان وفا نکردند. شرح او را همراه می خوانیم: 29 سال باز وعده می دهند با برق تامین می کنیم، اما تامین کردن نمی توانند. کشورهای جهان نیروگاه های بادی، بخاری، اتمی، آبی ساخته خلقشان را تامین می کنند. باید حکومت نیروگاه های بخاری ساخته مردم را با برق و گرمی تامین کند. در این میان یک کاربری در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام دیگران را تنقید کرده است که درباره نبود نیروی برق مبالغه می کنند و شبهای تاریک، سرد و لیمیت های گذشته را فراموش کردند. این کاربر با نام وینونا 03 چنین گفته است: ای وحیمه نکنید، نیروی برق را برای آن خاموش میکنند که در زمستان مردم عذاب نکشد. یگان کار میکنیم تا روز 1 نوامبر. مردم اینقدر سال نیروی برق نداشت، نخواهند که دیگر طاقت کردن نتوانند. شما چی میگویید؟ به این کاربر جواب دارید؟ ویدیو یا صدایتون را ثبت کنید به ما بفرستید. به شماره تلفنی که میبینید تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو هم دارد. فرستادن ویدیو، خبر و عکس به وبسایت ما هم آسان است. آزادی آنلاین به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است. سلام، امیدوارم صحت و سلامت هستید و تلفن هایتون به قدر کافی نیرو دارد و آزادی آنلاین را تماشا میکنید. اگر در روسیه باشید حتما هم در خانه در تاجیکستان به شما گفتن که نیروی برق نداریم و در تاریکی نشستیم. امروز در همین باره در باره قطع نیروی برق گپ میزنیم که بسیاری ها را عصبانی کرده است. یک گزارش رادیو آزادی در همین باره و درباره سبب های محدود شدن انتقال نیروی برق در صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام و وبسایت رادیو آزادی مردم زیادی را از گوشه های گوناگون تاجیکستان به بحث کشید.
از جمله فردوس از کونی بادام را که در وبسایت رادیو آزادی چنین نوشته است. در شهر کونی بادام نیز یک هفته اخیر نیروی برق را از ساعت 8 تا 18 خاموش میکنند. حتی در مرکز شهر چراغ‌های راهنما نیز برق ندارند. این برای ما نویگری نیست، عادت کردیم. اما خوب میشد اگر یگان نماینده رسمی برق تاجیک وضع و توکای ادامه کردن آن را شرح میداد. واقعا نماینده برق تاجیک به رادیو آزادی گفت که هیچ لیمیت یا محدودیت نیست و سبب خاموش کردن نیروی برق تعمیر ایستگاه و زیر ایستگاه‌های برقی و آمادگی به زمستان است. در استانه زمستان تجهیزات های کلان برقی همه وقت به تعمیر فرا گرفته می شوند، بنابراین یک چند روز ممکن برق زینه به زینه خاموش کرده شود. اما پاسخی نماینده برق تاجیک بسیاری از کاربران را قانع نکرده است که گفتند مسئولان شرکت برق تاجیک باید به مردم پاسخی درست بدهند. کاربری که نامش را نگفته است در وبسایت رادیو آزادی چنین نوشته است: تا زمانی که ولایت قانون تامین کرده نمی شود از بهبودی امیدی نیست. وقتی در یک سایه استراتژی چنین کمبودی وجود دارد، وقتی رسما محدودیت نیست میگویند و به آگاهی پیشکی انتقال نیروی برق را ساعت های طولانی قطع می کنند، باید کارمندان حفظ حقوق قضیه را جدی پیگیری کنند. بعضی از کاربران مثال آوردند که چگونه قطع نیروی برق با صاحب کاران و زندگیشان تاثیر بسیار بد میگذارد. شرحی را از وبسایت رادیو آزادی میخونیم که مؤلفش نخواست است نامش را بگوید و سوال سختی را هم به شرکت برق تاجیک داده است. در این وقت بحران زندگی به روسیه رفتن نتوانستم. از بانک قرض گرفتم، دستگاه چوجه براری یا اینکوباتور خریدم، 3700 دانه تخم مرغ هر دانه اش دو سومانی خریدم، اما بی‌آگاهی برق را خاموش کردند، تخم ها همه ویران شد. وقتی بازگردانیدن قرض آمد چی باید کنم محترم برق تاجیک؟ امیر جان امینجانی یکی از کاربران صادق صحیفه رادیو آزادی در فیسبوک گفته است که با وجود آن که مقامات سالهای زیاد است وعده می دهند مردم را منظم با نیروی برق تامین می کنند و این عهدشان وفا نکردند. شرح او را همراه می خوانیم. 29 سال باز وعده می دهند با برق تامین می کنیم، اما تامین کردن نمی توانند. کشورهای جهان نیروگاه‌های بادی، بخاری، اتمی، آبی ساخته خلقشان را تامین می کنند. باید حکومت نیروگاه‌های بخاری ساخته مردم را با برق و گرمی تامین کند. در این میان یک کاربر در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام دیگران را تنقید کرده است که درباره نبود نیروی برق مبالغه می کنند و شب‌های تاریک، سرد و لیمیت‌های گذشته را فراموش کردند. این کاربر با نام وینونا 03 چنین گفته است: ای وحیمه نکنید، نیروی برق را برای آن خاموش میکنند که در زمستان مردم عذاب نکشد. یگان کار میکنیم تا روز 1 نوامبر. مردم اینقدر سال نیروی برق نداشت، نخواهند که دیگر طاقت کردن نتوانند. شما چی میگویید؟ به این کاربر جواب دارید؟ ویدیو یا صدایتون را ثبت کنید با ما بفرستید. با شماره تلفنی که میبینید، تلگرام، واتساپ، وایبر و ایمو هم دارد. فرستادن ویدیو، خبر و عکس با وبسایت ایمو هم آسان است. آزادی آنلاین با پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.